همانند شکل نوسانگر جرم فنر روی پاره خط آبه حول نقطه او حرکت هماهنگ ساده داره. اگر جرم وزنه را کاهش دهیم، کدام یک از سامانه ها کمیت سامانه جرم و فنر افزایش می‌یابد؟ گفته جرمش رو کم میکنه. بگو کدوم یک از اینا افزایش پیدا میکنه. دوره فنر فرمولش هست 2P رادیکال M به روی کا. معنیش چیه؟ معنیش اینه که دوره فنر به دامنه حرکت 6 ربطی نداره. درسته؟ ولی دوره فنر به جرمش ربط داره. به ضریب ثابت فنر ربط داره. به شما گفته جرم وزنه چیکار میکنی؟ کم. خب کاملا طبیعیه. شما جرم وزنه رو کم کنی، دوره باید چی پیدا کنه؟ کاهش. این ازت پرسیده کدوم پارامتر افزایش پیدا میکنه. تو فهمیدی دوره کاهش پیدا میکنه. پس گزینه 4 رفت کنار. انرژی مکانیکی فنر. شما میدونی فرمول انرژی مکانیکی فنر هست 1/2 کا آ2. 1/2 کا آ2. 1/2 که ثابته. فنر که تغییر ندی، کا تغییر نکرده. دامنه هم که تغییر ندی، فقط جرمو تغییر ندی. چیزی که رو تغییر ندی که دامنه تغییر نکرده. پس اینم تغییر نمیکنه، اینم ثابته. پس اینم رفت کنار، افزایش پیدا نمیکنه. بیشینه تندی نوسانگر رو بررسی کنیم. بیشینه تندی یعنی وی ماکسیموم. وی ماکسیموم میشد حاصل ضرب دامنه در چی؟ اومگا. دامنه که تغییری نکرد، دامنه ثابته. این که ثابته، هیچ. اومگا. اومگا خودش میشد 2 پی تیوم. یعنی اومگا و تی رابطه چی دارن؟ عکس. شما فهمیدی تی کم شده، پس اومگا چی میشه؟ زیاد. اومگا زیاد بشه، پس قطعاً وی ماکست هم چی میشه؟ زیاد. پس شما گزینه چنده؟ 3. اما ببینید گزینه 1 چرا غلطه. گفته مسافت طی شده در مدت یک دوره. نوسانگر رو در نظر بگیر، میخواد رو محور ایکس ها مثلا نوسان کنه. اینجا دامنه مثبتشه، اینجا دامنه منفیشه. اینجا مرکز نوسانش. یک دوره یعنی بری و برگردی. میدونی نوسانگرای ما قرار از دامنه مثبت شروع کنن، همیشه میاد برمیگرده سر جای اولش. یه مسافت دوتا آ میره، یه مسافت دوتا آ برمیگرده، پس تو یک دوره کامل مسافت 4 تا آ رو میره. آیا تو این سوال دامنه تغییری کرد؟ نه. وقتی دامنه تغییر نکنه، پس مسافت 4 تا آ هم تغییر نمیکنه. پس اینم نباید تغییر کنه. پس جواب گزینه 3.